بیا بابا خم شو دوباره تو نهاب کن یه ذره برو جلو سکوت. خسته شدم از بس تیوی کارگردانی کردم، خسته شدم از بس دوربین رو جا به جا کردم، یه آدمک گذاشتم رفتم بالا دوربین گذاشتم بعد اومدم خودم جای آدمک است. بابا همین هم سعی کن تا جایی که میتونی عکسش کن. بله سکوت. اکشن. بزرگترین آرزویش شهرت است. بودن در کنار آوینی و نوشتن مقاله های تند و اندیشه های ضد استکباریش و حتی سریال 40 سربازش هیچ کدام نتوانست از او یک چهره بسازد. او آخرین تلاش برای چهره شدن را در نوشتن نامه به رهبر انقلاب می‌بیند. ستون شنبه ها و نکته هایش در کیهان جایگاه هر هفته رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بود و چنان بوتی از ابوذر ساخته بود که شاید تیزی زبان ابوذر به تیزی قلمش میرسید. از نوشته های انتقادیش به اشرافیت کرباسچی تا تاختن به دکتر سروش و زاویه نشینی شیخ ساده‌لوح و حنجره پاره عبدالله نوری و دجال خواندن آمریکا، همه و همه او را به رویای ابوذر بودنش نزدیک میکرد. ابوذری که حب به ولایتش در ترجیح بند مقالاتش موج میزد. عزیز دل ما، آنچرا که ما در آینه نمی دیدیم تو در خشت خام می دیدی. با این همه چگونه در برابر افق ما برای فهم تو تواضع نکنیم و چگونه در محبت تو غواصی نکنیم و چرا در اطاعت از تو شتاب نکنیم و از هم سبقت نگیریم. ما می سوختیم و درست در مقابل ما یک وجود مبارک صبورانه به اوضاع این نهضت وابستگی می نگریست و همچون دماوند استوار می نمود. عزیز دل ما، تو با صبوری و سرکشیدن تلخ ترین لحظه های کمرشکن اجازه دادی این جماعت با شهامت و امنیت خاطر از محل اختفایشان بیرون بیایند و ذات پنهان خود را برملا کنند و محصول این صبوری حالا آنچنان ارزشمند و قابل اعتناست که می شود در سایه غرورش امید را با شیرینیش تناول کرد و به تو به خاطر فهم بلندت آفرین گفت. من از روزی که بر شانه های مولایم چفیه را مهمان دیدم دانستم که روزگار ما چه در داخل و چه در خارج به سمت سرنوشت موعود خود قدم برمی دارد، سرنوشتی که ما در آینه نمی دیدیم اما او در خشت خام مشاهده می فرمود. حالا ابوذر زمان با آن همه حبش به ابوذر خود صاحب ابوذری آمریکایی شده بود. ابوذری که متولد، تحصیل کرده و مقیم آمریکاست. ابوذری که قرار بود آینه پدر باشد. پدری که خود را ابوذر می‌دانست، کارش شده است نامه‌نگاری و خواندن نامه‌های خودش برای سایت خودش. نامه و سایتی که هیچ تصویری از گذشته او نمی‌دهد. مقاله نویس افراطی کیهان که تحمل منتقدین را نداشت، حال خودش نامه می‌نویسد. نامه‌هایی که او را تیت کرده. البته خودش چنین اعتقادی ندارد. بعد از نامه سوم بود من اومدم اینطور. متأسفانه نه به دلیل نامه با آقا، شاید اون به تعبیری مثلا بعداً برآمده مطرح میشه. نوریزاد حرفهای ضد و نقیض هم کم ندارد. پشتم به رهبری گردن اغلبه، نمیگم همه، اغلب منتقدین ایشون کافی در برابر ایشون بیشه. من بودم، شاهد بودم پنچر میشم. تعبیرهای جالبی هم دارد. من چنان قرص در کناره همیشه هم میگفتم، گفتم تصورتون این باشه که هر جا راه گم کردید یه برج میلاد پیدا کنید به اسم رهبری، هر جا راه گم کردید از کوچه پس کوچه خودتون رو برسونید به کوچه. اما برجی که نوریزاد آن را تعقیب می‌کند را باید در آن سوی دنیا جستجو کرد. برجی که او را به سمت زندان و اعتصاب قضا فرمان می‌دهد. قلم تندی که اندیشه جبهه مشارکت یا به قول خودش نهضت وابستگی را به ژاپنی بودن محکوم می‌کرد، امروز آنقدر شیفته ژاپنی شده است که توجیه اعتصاب قضا را آرزوی مرگ ژاپنی بیان می‌کند. به ناگزیر خودزنی می‌کند و تلاش می‌کند که به سبک ژاپنیا هاراگیری بکنه و خونش رو به گردن طرف مقابل بیانده. نقشی که برای نوریزاد طرح‌ریزی شده نوشتن نامه‌های دوستانه است که مخاطبش رهبر انقلاب است. نامه‌هایی که قرار است همان حرف‌های سال‌های فتنه را یادآوری کند چند ماهی خوراک رسانه‌های ضد انقلاب می‌شود. ولی این ادعای دوستی از سمت نوریزاد تکرار بازی قدیمی او با شیعت مداری و سفار هرندی است، رفیقان راهی که او امروز آنها را ریاکار می‌داند. Beep, beep, beep.
نوریزاد نقشی را بازی می‌کند که دستور تعطیلی نمازش را نه ابوذر آرزوهایش که ابوذر آمریکاییش صادر کرده. ابوذری که حالا هم تجربه بازیگری دارد و هم تجربه کارگردانی به ایران آمده تا نسخه ایرانی بسازد از فیلم آمریکاییش. ابوذری که امروز تمام رفتار پدر را کارگردانی می کند. از خندیدن گرفته تا گریه و مشت زدن بر دیوارش را. ابوذری که حتی آموزش بازی به پدرش می دهد او را چنان مسخ خود کرده که دستور کوبیدن سر به دیوارش را هم صادر می کند و این شاید خوابی باشد که بیدار شدن از آن این چنین او را سراسیمه کرده. اما اعتراف نوروزاد نشان از بیداری است و حتی کوبیدن سر به دیوارش هم او را بیدار نخواهد کرد. گوشاره ما رو چه تیکه بکنن سر چرت و پرت بذارن در علیه نظام چیزی از توش در نمیاد. ابوذری که حالا سایه پدر شده و ترس از دیده شدن دارد چنین القا میکند که این فیلم را نوروزاد به تنهایی ساخته. سایه‌تون دیده نشه. اکشن. نوریزادی که روزی از دروغگویی افراد ناله میکرد امروز روبروی دوربین ابوذرش دروغ میگوید. خسته شدم از بس دوربین رو جابجا کردم. آدمک رو جابجا کردم. آره ای آدمک گذاشتم رفتم بالا دوربین گذاشتم بعد اومدم خودم جای آدمک استم. برای هر پلان این کارو کردی؟ برای هر پلان این کارو کردم. فرسوده شدم. نکردم. سختی سینما رو آدم اینجا می‌کنه. باور نکردم. واقعا این اراده آهنین شما؟ بله. حل نتی. این الان یه اونالی تو کی داره میذاره شما؟ خود که اینجایی که. به هر حال دیگه من گاهی اوقات ریسمان میبندم چند جا هم بله میکشم خودم اینجا دارم نقش ایفا میکنم ریسمان رو میکشم. ابوذری که حالا مأموریت آمریکاییش در ایران را نیمه تمام گذاشته و دست خالی به آمریکا گریخته فکرش را هم نمیکرد روزی در فیلم خودش هم بازی پدر شود. نشون نده سخت زایه است نشون نده سخت خیلی